ورود پناهجو به اروپا که اکثرا به مسیر آلمان و سوئد ختم می شود، کشورهای ورود را مانند یونان، کرواسی، اسلوونین، مجارستان و سر آخر اتریش را وادار کرد مرزها خود را فقط برای فراریان از عراق، سوریه و افغانستان، آن هم به تعداد کم باز کنند، که در نتیجه تعداد زیادی از ایرانیانی که در ترکیه بودند پشت مرزها در سرمای زمستان ماندند. اگر مرزهای اتحادیه اروپا چنانچه کشورها می‌خواهند بسته شود، قانون شنگن دیگر مفهومی ندارد و فقط اروپا بیشتر کشورهای تونیر کننده مانند آلمان و فرانسه را با مشکلات زیادی که عدم رسانیدن به لوازم کارخانه هاست دچار خواهد کرد. در چنین شرایطی کامیون‌های مواد مصرفی و خوراکی کیلومترها پشت مرزها منتظر کنترل خواهند شد که هفته‌ها طول خواهد کشید. مذاکرات شب گذشته وزیران کشور اتحادیه اروپا نیز در این رابطه به جایی نرسید. یک مشکل دیگر که خطر بسته شدن مرزها را تحت الشعاع خود قرار داده، گزارش پلیس یوروپول در رابطه با ورود تعداد زیادی از افراد داعش به اروپا و حملات آنها برای قصد جان گروهی مردم منتشر کرده می باشد. در این گزارش به کشورهای عضو هشدار داده شده و آمده است داعش به امکانات جدیدی برای تحقق اهداف تروریستی خود دست آورده است و آن هم ورود تعداد زیادی از تروریست ها بین 1,000,000 نفر پناهجوی فراری است که از سوریه، عراق و افغانستان وارد اروپا شده اند می باشد. بیش از 40% از فراریان مزبور انگشت‌نگاری و شناسایی نشده اند و به راحتی می توانند داخل کشورهای عضو شنگن رفت و آمد بکنند. پلیس یوروپول در گزارش خود می نویسد تروریست ها تنها از گروه داعش نیستند، بلکه جهادیست های اسلامی از گروه های مختلف برای ترور و سابوتاژ در جوامع اروپایی برنامه ریزی می کنند و طبق اطلاعات به دست آمده هدف اول آنها فرانسه است که هنوز این کشور زیر شوک ترورهای قبلی چون چارلی ابدو و مغازه کاشر یهودیان می باشند. نشریه بیلد سایتونگ آلمان با اشاره به خطر آینده تروریست‌های اسلامی و گزارش سازمان یوروپول می نویسد پلیس اتحادیه مرکزی به نام ضد ترور از کارشناسان بزرگ اسلامی با 40 تا 50 عضو تشکیل داده و مدتی است این مرکز کار خود را آغاز کرده است. اما همکاری کشورهای عضو برای مبادله اطلاعات می تواند مبارزه با ترور داعش را آسان کند. در این میان تنها انگلیس است که حاضر نیست همه اطلاعات خود را در اختیار یوروپول بگذارد. دمزیر وزیر کشور آلمان اظهار داشت بزرگترین سهم پناهجویان به آلمان آمدند و ما زیر فشار مشکلات زیادی نظیر ایجاد مسکن، مدرسه و کودکستان و کلاس‌های درس آلمانی برای این افراد هستیم. بنابراین باید اطلاعات کافی برای مبارزه با داعش داشته باشیم. ایرج ربیعی، آلمان. ورود پناهجو به اروپا که اکثراً به مسیر آلمان